به ادامه بحث من خوش آمدید یعقوبی صاحب، خیلی خوش آمدید به برنامه من. سلامت. من انانسا گفتم در ابتدا میایم در مورد هویت صحبت میکنیم. یعقوبی صاحب، چرا در افغانستان هویت ها همیشه به یک معامله کلان تبدیل میشه و پس از اون معامله به عقده درونی میان شهروندان تبدیل میشه؟ کی ها این معامله کلان انجام میتن؟ به نام خدا و عرض سلام به شما بینندگان عزیز. از این خدمت شما که حدود تقریبا 35 سال است هویت ها و شخصیت های ما از نظر شخصیتی ضعیف شدن، یعنی ما کم داریم چهره های شاخص و بارز و بزرگی که ما بتونیم روی از او حساب کنیم و هویت از او هویت ملی باشه و کل اقوام کشور رو قبول داشته باشه و منافع کل کشور فکر کنن. اما دو کشور همسایه ایران و پاکستان در این دهه جنگ زیاد تلاش کردند که هویت ها، شخصیت ها و مقامات و بزرگا و اقوام و مذاهب پلان شده با یک استراتژی بسیار بلند مدت درگیر بسازند. جنگ قومی، جنگ مذهبی، جنگ هویتی، جنگ‌های مختلفی که سیاسی در افغانستان است، این جنگ‌ها از ما نیست. ما رهنمون‌های مشخص خصوصاً از اسلام داریم، مثلا در قسمت انسان‌ها، در قسمت اقوام کامل گفته شده که شما کلگی برادر یکی دیگه هستین. مثلا همین اسلام و دین و خصوصاً قرآن عظیمشان به ما اجازه زیر نداده که ما راجع به هویت فکر بد داشته باشیم و منفی داده باشیم. و تو اگه یادتان باشه در یک از پروگرام ها من همینجا گفتم کسی که روی قوم فکر میکنه، کسی که روی مذهب فکر میکنه، کسی که روی اقوام دیگر نفع میکنه، کسی که بشر، انسان اینا رو توهین و تحقیر اینا میکنه، یه از نظر چیز فتوای علنی داده شده که قرآن قبول نداره، خدا رو قبول نداره. پس اولین کاری که ما میتونیم بکنیم همینست که ما اول یک دفعه دوباره مسلمان شدیم، یعنی تسلیم شدیم. ما کل ما مسلمان هستیم، اما هیچ کدوم ما تسلیم به خدا نیستیم و تسلیم به او فرمانایی که داده شده و فرمانای بسیار جامعی است که یک مسئله، یعنی برادری و اخوت که ما در مسجد داریم و کل ما اقوام و هویت ها و شخصیت ها کلی که در مسجد در فاتحه در نماز جنازه کلی که به هم دیگه سلام میتیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برکات هم به یکی دیگه میتیم، سلام هم میتیم، احترام. اما از مسجد که میبریم یعنی وضعیت هست، یعنی حرکت شد دیگه. اینی مشکلات اصلی مردم ماست که انشالله در این روزا ما میبینیم که روز به روز مردم هوشیار شدن و برنامه هایی که تا کلانا میتن اینا روی همین مسئله تاکید دارن که دیگه بدون همدیگر ما هیچ هستیم، هیچ هستیم، هیچ ارزش نداریم. نه تاجیک بدون ازبک ارزش دارن، نه هزاره بدون تاجیک ارزش دارن، نه اوغان بدون هزاره ارزش دارن. ما وقتی ارزش پیدا میکنیم که یکی دیگر قبول کنیم و ما بگوییم بر شما، حتی اگر در دیوان عرفا ببینیم مولانا صاحب هر کدام شکل ببینیم اینا از ما گپ زده، هر کسی که از من گپ زده من خودش فقط شیطان است. بله. من هیچ جایگاهی نداره در ساختار کشور، در هویت کشور. اما بعضی وقتا بعضی هویت ها هست، بعضی شخصیت هاست که مثلا ارزش از زیر داره کوبیده شوند. مثلا شخصیتی است دو سه لک نفر کشتن، این شخصیت ما چطور بر خود اجازه بتیم که بگیم باز اون خوب است؟ من دیروز پیروز به خاطر وحدت ملی نباید هم بگویم آقای حکمتیار میه، آقای حکمتیار دیروز هر چیزی که بودی گرچه مردم تو رفع نمی کنن، دقیق، گرچه مشکلات داشتی، گرچه خانه ها رو زدی، هر خانه ما تو رو دعای بد می کنن، اما اگر از این روز تو تصمیم بگیری که وابستگی تا سازمان های استخباراتی قطع کنی، از این روز تو مفید تمام میشی، 20% در سال افغانستان کمک میکنی. و خدا به چیزی که ایمان داری اگر یک متیار یک بار امیر فکر کنه که زندگیش کم مانده، در این دو سه سال سال دیگه خدا میدونه که زنده میباشه نمیباشه، در این دو سه سال اگر به نفع افغانستان کمک کنه، ما بسیار مشکلات ما از نظر امنیتی حل میشه. و از طریق تلویزیون شما همین شخصیت ما میگم بیا واقعا شخصیت بر
دست قرآن میتی، دست تفسیر میتی، قرآن رو میفهمی، خدا رو میشناسی، تمام چیزا رو میشناسی. دیروز گذشت، هر چی بود گذشت، هر چی بود اون قضاوت مردم. اما از امروز یک تصمیم قاطع بگی، اگر میای کتما بیا یار شو، وفادار شو، این مردم به التیام و نوازش و همه چیز نیاز داره. اما اگه شر میشی خدا نبیاری، تا خدا نابودت کنه، بهتر است تا اینکه بر ما درد بیاری، بر ما مشکل بیاری، بر ما عذاب بیاری. ما دیگه فکر میکنم که این جهنم میگن، این جهنم افغانستان. یعقوبی صاحب از بس هم دور نریم، صحبت خیلی جالب را مطرح کردین، چون جنگای داخلی در افغانستان هم مشکل اساسی بس هویت ها بوده و یکی در مقابل دیگری خود بدتر میدانسته نسبت قوم و زبان و نژاد، و این مسئله باش در افغانستان جنگ شده. نرمش که آقای حکمتیار نشان داد و حرف را به سر آقای حکمتیار میزنه، از زمین تا آسمان فرق داره. وقت استادتا در هر ریاست جمهوری میره، وقت عبدالله داوجا میره، آقای غنی میره، یک مجموعی زیاد میره. بعد آقای حکمتیار، پسر آقای حکمتیار در صفحه فیسبوکش نوشته میکنه که ما سر این چهار نفر که اینجا میمون خبر نیستیم. یک جملات عجیب را نوشته میکنه. ما در تمام افغانستان نیرو داریم، قدرت داریم. کس اگر مرد است در یک جای جلسه بیره صدای خدا بلند بکنه، باز ما با دادش میرسیم. با این الفاظ در افغانستان فکر میکنیم دوا خواهد شد؟ با این یک شرایط فکر ما نماینده حکمتیار تمام صحبتاش دقیق فکر کردیم. حتی بس بسار آنقدر شیرین کرده بود که بس سنت مدرنیته کرد. بس اسلام مدرنیته، بس بشریت، بس حقوق زن، بس همه مسائل گفت و بسیار شیرین هم گفت و بسیار آدم فهمیده هم بود. و هیچ وقتی هم نگفت من بنیانگرا هستم. هیچ وقتی هم نگفت که من حکمتیار دیروز هستم، من حزب دیروز هستم. امروز تقریبا گپای را گذرد با حزب رفای ترکیه از او کده بالاتر خودش را نخونده. اگر معتقد به قانون اساسی ما باشن، اگر معتقد به خدمت مردم باشه، اگر خدا را در نظر بگیرن، عالم بمی عالم خانم میکنیم بسای حکمت، بسای بسیار جالب بود که امروز ندیده گرفتن مسائل اسلامی و اجراعات قانونی باعث شده که ما بسیار مشکلات را بگیریم. جامعه سر تا پا در فساد غرق است. ما اسلام دینی ما 99% مردم ما مسلمان است. قانون اسلامی رو ما میخواییم، اما در کنار قانون اسلامی ما با بشریت هم باید تعامل کنیم، حکم خدا رو در نظر بگیریم. اما خداوند هم خودش گفته که من خدای تمام بشریت هستم، از تمام انسان ها هستم، تنها از مسلمان ها نیست. بر صورت شمی آمدن ازیره و یکی شخصیت سازی است که اون پروگرام شما سمی موضوع هویت است. تا زمانی که هویت من بودن از وجود عذاب دور نشه، به هیچ عنوان ما به جایی نمیرسیم. و این منها هر کدامشان که بگویم من، باور داشته باشیم شیطان بیش نیست. من دشت برچی، من شمالی، من پنشیری و من کدامنی و کدامن و من اینا من تنها میمانم. میگه بیادب با هزار کس تنهاست، بیادب اونو ما کسیست که من میگه مایتو کدم. ما بگوییم بلی از خدا ما جمع هستیم، بدون موتروان من امیج رسیده نمیتونستم، بدون دکاندار من سودار خریده نمیتونم، بدون تجار من برنج خریده نمیتونم، بدون ما که این برنامه نمیشون هیچ چیزی بدون همدیگر. و هیچ وقت هم پرسان نمی کنیم که تو کی هستی، از کدام کشور هستی، از کدام قوم و طایفه هستی. ما در پروگرام امیال دعوت شدیم، برای من مهم نیست که شما از کدام قوم و قبیله و طایفه هستی، برای من مهم نیست که ما چی داده میتونیم برای مردم و چه خدمت برای مردم کرده میتونیم. دقیق یعقوبی صاحب. یعقوبی صاحب، به عنوان آخرین سوال وقت داری نش صحبت بکنیم. در افغانستان پروژه هویت پولهای زیاد را، یک تعداد این بحث هویت و مسائل قومی به حد بلند پیسدار ساخت و امکانات برش آورد و اینا آمدن به رقص بیگانه ها و به ساز بیگانه ها رقص کردن. فکر میدین که در قرن 21 آگاهی شهروندی در افغانستان بلند رفته، دیگر بر کس مجال نخواد دادن که روی هویت و قومیت و زبانشان معامله های کلان سیاسی را انجام بدن. تأسف در افغانستان است که هویت ها و چرای خوب همیشه هم سرکوب میشه، هم مشکل میبینه،
هم ترور میشن و هم از بین میرن. اما هویت های جعلی و هویت هایی که در کوچه ها هستن، در ولسوالی ها هستن، در ولایات هستن، اینمی هویت هایی که هیچ هویت ندارن، اینمی روز به روز بزرگ میشن. یار کی بزرگ میکنه؟ پول بیگانه است، پیسه بیگانه است. شما فکر کنین یک رهبر، یک رهبر ریش سفید که مثلا هر کدام شده نظر بگیریم، ما خودت اینجا میایم خود پروگرامو چه میگیم 10000 تومان میگیریم. همین آدم ریش سفید عاطل باطل شیخ فانی که در مابین خانه افتاده، این تنها ماش بادیگاردش در ما کرای خانه و ماش چیز $1,000,000 نیست. اینی می آدم شیخ فانی هم $1,000,000 از کجا میکنه؟ همین ملت هم همه قدر قدر قصار نمیکنه. کو بیا در امتقا بگم اگر اویت اسلامی رو در نظر میگیری که حضرت عمر کار میکرد، اگر تو حضرت علی چا میکرد، حضرت ابوبکر تمام سرمایه پدر و خاندان قوم خدا در راه اسلام، حضرت عثمان غنی تمام سرمایه خدا نه تنها زرندوزی و استفاده بر شخص خود نکرد، آمد در خدمت عام قرار داد که یک کسی که گوش نداره، یک کسی که گشنه است، یک کسی که مشکل داره بر از او چی کرد. اما اینجا ببینین همین شخصیت هایی که پسوند اسلامی دارن، همین شخصیت ها ببینین گستاوز دارن، در وزیر اکبر خان ببینید از همون شخصیت کلان، رهبر کلان یک گستاوز است، خارجی هاست، حتی اون فسادی را که این خانم گفت در اون جامعه است. بله بله. و هزار تا مشکل دیگه. و یا شما ببینید اون فیسبوک ها را هر روز باز میکنه، خوشبختانه تو از کل چیز که فعال همین فیسبوک ها هستن که ما منفی را میفهمیم چه نوشتن میکنن، مثبت را میفهمیم. یا یک دفعه ببینید پول باد آورده یک قدر مست میکنه یکی رو در کانادا که و وزید بیادر خود و وزید پلر خود گرد میزنه از یک خانواده. حالا او بیادر که تو که اگر هویت میخوایی اول حفظش کن، وحدت حفظ کن. اگر وحدت ما رو حفظ نمیکنی، حداقل همین چهار تا بیادر که هستیم، چهار تا خواهر که هستیم، چهار تا خانواده که هستیم، همه قدر بکنیم که خودتان خود جمع کنیم، ملت خود جمع کنیم. خیلی سپاس یک بفرمایید. میخواستم از تلویزیون شما چی کنیم که بر شما خب معلوم است که هر سال، هر دو سال، سه سال یک مشکل کلان بر ما پیش میاد و هر بار به خاطر از اینکه گپای حقیقت میزنیم ضربه شدید میخوریم. من این سال 4 فقره کار شده در خانواده ما، هم رفتن خانواده ما بسن بچه ما در خانه نبود، خانش دوز رفت برای 119 گفتم که بی بکنی دوز سیاسی یا دوز عادی کل وزی ظرفا و اینا رو شکستان، نه ما هیچ چیز رو نبردن. بیادر زادر موتر زد بچه مرد اطفایه شماره 2 در روز آتش نشانی در جاده که مسدود بود بدون آلارم بدون بریک زده و امروز 15 روز است ما فشار میاریم کمی آدمی که زده، ما میخوایم ببینیم کمی دشمن از دوست ما این طرف چشمش ببینیم. ما خب میفهم کمی عسکر است از او خب باجگیری نمیکنم، پیسه خو نمیگیرم، یک چیز نمیگیرم، خرچ مداوا کردم. اطفایه مربوط کدام سایه میشده؟ یعقوبی سایه بس سایه خیرخانه بودن؟ نه نه دارم قوای مرکز که درگیر 15 روز پیش تاریخ 28 ساعت یک مرکزت خینا دارن در سایه خیرخانه است؟ نه 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 از چیز است، از اطفای مرکزی است و 5 دان اطفای در اونجا آمده بود. در این 5 دان اطفای حالا من 119 رو میگم، میگم ما به استخبارات گفتیم که کشف کنه، گفتم ملاحبت شما گیر میاره، 5 دان موتر شما رو دوش زدن. همین حداقل بیاین یک عذرخواهی بکنین، بیاین ببینین که تکت کار کردین از 3 قسمت. خیلی سپاس یعقوب صاحب، درد غم زیاد از وطن، مشکلات هم زیاد است و هر چی که بگویم پایان نداره در این وطن. امیدوارم به سر شما هم صحت یاب شه و حداقل مسئول اطفای اگر میبینه شما موتر شما را دور دریور شب بخوای و بوی که من صبح سالن ولی نظامی من شکایت میکنم ببینم که هم کسی هستن که پیگیر شه، وقتی پلیس بزنه حداقل قانون اثر خود شروع کنیم باز بعد از دیگر چیکار. خیلی ممنون یعقوب صاحب، امیدوارم که این راه حل پیدا شه تا فرصت فردا شام خدا نگهدارتان. بحث‌های متعدد در سرزمین من ادامه خواهد داشت.